راکستار هفته گذشته نسخه ریمستر سگانه جی تی ای با نام گرند تفت اوتو د تریلوژی د دفینیتیو ادیشن رو منتشر کرد. عنوانی که ما همون رو نقد کردیم و در نقدمون هم گفتیم هرچند این پکیج ویژگی‌های مثبت زیادی داره، اما عملکرد فنی و تکنیکی ضعیف از ارزشش کاسته و ما هم پیشنهاد می‌کنیم تا زمان عرضه آپدیت‌های بیشتر به سراغ این عنوان نرید. آپدیت‌هایی که هم راکستار هم استودیو گروو استریت قول عرضه زود هنگام اونها رو دادن. البته بهبود گرافیکی و گیم پلی از یه سو و پاک شدن نسخه اصلی و جایگزینی اونها با نسخه دفینیتیو ادیشن از سوی دیگه باعث شده تا بسیاری از مخاطبان به سراغ تجربه این عنوان برن. احتمالاً تعداد زیادی از مخاطبان برای اولین بار به سراغ تجربه این عناوین کلاسیک میرن و خب تجربه این سگانه بدون دونستن حقه و ترفندا ممکنه کمی سخت باشه. به همین مناسبت در آیتم امروز به سراغ بهترین ترفندهای جی تی ای 3، جی تی ای وای سیتی و جی تی ای سان آندریاس رفتیم. ترفندهایی که قطعاً تاثیر بسیار زیادی روی جذاب‌تر شدن این سگانه خواهند داشت. پس با ما همراه باشید. با اینکه جی تی ای 3 نخستین اثر سه‌بعدی اوپن ورلد نبود، اما این عنوان رو میشه پایه‌گذار عناوین اوپن ورلد امروزی دونست. بازی که دو دهه پیش بسیاری از استانداردهای این ژانر رو پایه‌گذاری کرد. جالب اینجاست که جی تی ای 3 اولین نسخه سه‌بعدی این سری بود، اما بسیاری از مکانیکای اون مستقیما از نسخه‌های دوبعدی جی تی ای به این نسخه منتقل شدند. به همین خاطر هرج و مرج در جی تی ای 3 یک رکن اساسی گیم پلی. تنها در جی تی ای 3 که شما با ضرب زدن به دیگر ماشینا پول درمیارید و با منفجر کردن اونا حتی پول بیشتری به جیب میزنید. در نتیجه اگه به دنبال درآمد بیشتر هستید یا آشوب درست حسابی در لیبرتی سیتی به راه بندازید. یکی از ویژگی‌های مهم جی تی ای 3 برای زمان خودش قابلیت دویدن بود و جالب اینکه با گذر زمان این قابلیت ارتقا پیدا می‌کرد، موضوعی که ممکنه حتی کاربرای قدیمی هم به اون توجه نکرده باشن. در جی تی ای 3 هر چقدر بیشتر بدوید درجه نامری دویدنتون بیشتر میشه. با گذشت زمان کلاد امکان اینو داره که مدت زمان بیشتری بدوه بدون اینکه مدام بیست و نفسش رو بازیابی کنه. در مجموعه جی تی ای میشه جی تی ای 3 رو بخشنده‌ترین عنوان از بعضی جنبه‌ها دونست. در این بازی نه تنها با اصابت و منفجر کردن خودرو میتونید پول به جیب بزنید، بلکه دزدی یک سری ماشینا براتون امکانات خاصی رو فراهم میکنه. دزدن خودروی پلیس به شما 5 تیر شاتگان و بالاتر رفتن عدد جلیقه ضد گلوله‌تون رو اهدا میکنه. با دزدن آمبولانس 20% جونتون افزایش پیدا میکنه و با دزدیدن هر تاکسی $25 پول دریافت میکنید. کدهای تقلب یکی از لذت بخشترین ویژگی‌های نسخه کلاسیک جی تی ای. هرچند بسیاری از مخاطبا ترجیح میدن این عناوین رو بدون چیت تجربه کنن، مخصوصا که فعال کردن چیت باعث از کار افتادن تروفی‌ها و اچیومنت‌ها میشه. حتی با وجود بهبودایی مثل سیستم نشانه‌گیری و قابلیت چک پوینت، هنوزم بدون زدن چیت بازی کردن عناوین کلاسیک جی تی ای بسیار مشکلند. به همین خاطر دونستن یک سری حقه مخصوصا در خصوص سلاح و تجهیزات میتونه بسیار مفید باشه. در جی تی ای 3 یکی از بهترین لوکیشن‌ها پشت رستوران تونی سیپریانی در محله سنتس مارک. در اطراف این رستوران میتونید یه بسته سلامت، یه جلیقه ضد گوله و یه کلاشینکوف رو پیدا کنید. در جی تی ای وای سیتی میتونید یک یوزی رو پشت مغازه پین اسپری در اوشن بیچ پیدا کنید. البته کمی جلوتر از مغازه پین اسپری یه پارکینگ وجود داره که میتونید با بالا رفتن از اون پله‌ها جلیقه ضد گوله پیدا کنید. در جی تی سان آندریاس هم گروو استریت مملو از تجهیزات کاربردیه. در کنار منظره سی جی و پشت خونه قهوه‌ای رنگ همیشه یک کلت وجود داره. در بالای منظره سویت هم یه مسلسل تک 9 هست. در پشت منظره سی جی هم یه پل وجود داره که زیر پل میتونید یه مسلسل یوزی و جلیقه ضد گلوله پیدا کنید. برخلاف عناوین اوپن ورلد امروزی، مأموریت‌های جانبی نسخه کلاسیک جی تی ای بسیار ساده بودند، اما همین مأموریت‌ها در عین ساده بودنشون قابلیت‌های کاربردی مهمی رو در اختیارتون قرار می‌دادن. این مأموریت‌های جانبی شامل پرامدیک میشن یعنی رسوندن بیماران به بیمارستان، فایر فایتر جابز یعنی خاموش کردن آتش توسط ماشین آتش‌نشانی و ویجیلنتی یعنی گرفتن خلافکارا با ماشین پلیس و در نهایت رسوندن پیتزا به مشتریان خلاصه میشه. مأموریت‌های کاملاً که در لول‌های بالاتر بسیار سخت میشن. حالا سوال اینجاست که رفتن کدوم از این مأموریت‌ها ارزش داره؟ در جواب باید بگیم بسته به هر نسخه این موضوع متفاوته. در جی تی ای 3 با انجام دادن پرامدیک میشن‌ها به مرور جوایز مهمی براتون آزاد میشه که این جوایز به ترتیب وجود بسته‌های سلامت در تمامی سیف هاوس‌ها، قرص‌های آدرنالین که سبب استوموشن شدن بازی میشن در تمامی سیف هاوس‌ها و در نهایت امکان دویدن نامحدود که این آخری تنها با تکمیل پرامدیک میشن
مشن ها امکان پذیره. اگه 20 ماموریت فایر فایتر جابز هم برید، در تمامی سیف هاوس ها امکان دسترسی به اسلحه شعله افکن رو خواهید داشت. در جی تی ای وای سیتی ماموریت های ویجیلنتی مشن و رساندن پیتزا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار. با تمام کردن لول 12 ویجیلنتی مشن ها، جلیقه ضد گوله شما به بالاترین سطح خودش میرسه. در مورد رسوندن پیتزا هم جانتون به جای 100 به عدد 150 میرسه. در نهایت در جی تی ای سان آندریاس ماموریت پارامدیک مشن و فایر فایتر مشن از اهمیت بالایی برخوردار. با تمام کردن لول 12 پارامدیک مشن جانتون به عدد 150 میرسه و با تمام کردن لول 12 فایر فایتر مشن سی جی در مقابل آتش کاملا مقاوم میشه. دلایل زیادی وجود داره که جی تی وای سیتی رو به یکی از متفاوت ترین بازی تاریخ تبدیل میکنه. از فضا و حال و هوای بازی گرفته تا ستارهای مشهوری که در آن ایفای نقش کردن و البته موسیقی فوق‌العاده وای سیتی. قابلیت خرید املاک اولین بار در جی تی وای سیتی معرفی شد و باید بدونید برای اتمام بازی حتما باید چندین ملک رو خریداری کنید. سیستم خرید املاک در وای سیتی به این گونه است که یک سری ملک‌ها تنها به عنوان سیف هاست و مکان سیف استفاده میشه. بعضی از اونها ماموریت مخصوص خودشون در بر میگیرن. در مجموع 6 ملک وجود داره که با خرید اونها ماموریت به شما محول میشه و هرگاه ماموریت‌های این 6 ملک تکمیل شد، ماموریت نهایی بازی برای شما باز میشه. با تمام کردن مجموع ماموریت‌های هر ملک، اون ملک به درآمد روزانه میرسه. در این بین گرون‌ترین و در عین حال سودده‌ترین ملک مالیبو کلاب در محله وایس پوینت. قیمت مالیبو کلاب 120,000 دلاره، اما در صورت اتمام ماموریت‌هاش نه تنها روزانه 10,000 دلار به جیب تامی باریز میشه، بلکه با دسترسی به تعمیرگاه فیل کسیدی میتونید بهترین سلاح‌های بازی رو در این مکان پیدا کنید. به همین خاطر توصیه می‌کنیم اولین ملی که می‌خرید مالیبو کلاب باشه. خرید مالیبو کلاب در وای سیتی یه ویژگی پنهان دیگه هم داره و اون هم امکان تیراندازی در مغازه اسلحه فروشی در داونتاونه. بعد از تکمیل ماموریت دشوتیس که در اونجا برای نخستین بار با فیل کسیدی در وای سیتی آشنا میشید، امکان تمرین تیراندازی براتون باز میشه. اگه بتونید در این چالش 45 امتیاز بگیرید، ویژگی ریلود کردن سریع برای تامی آزاد میشه. درآمدزایی در جی تی وای سیتی از اهمیت بالایی برخورداره، مخصوصا اینکه اکثر املاک مهم این شهر گران قیمتن و از طرف این بازی به اندازه جی تی سان آندریاس به شما امکان پول درآوردن نمیده. یکی از بهترین حقا برای پول درآوردن زیر کردن پارکومتراست. با زیر کردن پارکومترا همیشه یه مقدار مشخصی پول دریافت میکنید که هرچند خیلی نیست، اما از این طریق میتونید بخشی از هزینه سلاح و آرمارا رو در بیارید. پول درآوردن در جی تی ای سان آندریاس از اهمیت زیادی برخورداره. سلاح‌ها، تجهیزات، مسابقات اسواری، املاک، امکان کاستومایز کردن خودرو، غذا خوردن و کلی دیگه از ویژگی‌های این بازی نیاز به پول شما دارن. در نتیجه بعد همیشه با جیب پر در لوس سانتوس به گشت و گذار بپردازید. راه‌های زیادی برای پول درآوردن در سان آندریاس وجود داره که در اینجا شما رو با دو نمونه بسیار کاربردی اونها آشنا می‌کنیم. راهکار نخست کشتن دلال‌های مواد مخدره که کشتن هر کدومشون حدوداً 2000 دلار عایدتون میکنه. پیدا کردن دلالا ممکنه اول کمی سخت باشه، اما دو ویژگی که هر کاربری باید در مورد اونها بدونه. نخست اینکه اکثر اونها در محله‌های فقیرنشین حضور دارن و دومی که تنها فرم ایستادن فروشندگان مواد به این شکله. یکی دیگه از راهکارهای پولساز جی تی سان آندریاس سرقت از منزلهای مردمه. نخستین بار سی جی رایدر از یک کهنه سرباز جنگ ویتنام دزدی میکنن و بعد از اون قابلیت سرقت از دیگر خونه آزاد میشه. برای این کار باید حتما از کامیون مخصوص این کار که مکان اون رو در نقشه مشخص کردیم استفاده کنید. همچنین سرقت بین ساعت‌های 8 شب تا 6 صبح امکان پذیره. با پیشروی در سرقت ویژگی همچون دویدن نامحدود هم براتون باز میشه. یکی از ویژگی‌های مهم جی تی ای سان آندریاس قابلیت‌های سی جی که در بخش‌های مختلف طبقه‌بندی میشه. از امکان بهبود تیراندازی و رانندگی گرفته تا بهبود اسپرینت که مستقیماً روی دویدن و شنا کردن تاثیر داره. یکی از بخش‌های این بازی امکان رفتن به بدنسازی و بهبود ظاهر سی جی. از طرفی سی جی با هر بار مراجعه به رستوران امکان خرید غذاهای مختلف رو داره. و اگه کاربران بیش از حد پرخوری کنن، ظاهر سی جی تغییر کرده و او به مرور چاق میشه.
نکته مهم در این وسط اما بالانس کردن بین ورزش و غذا خوردن. توجه کنید که برای رسیدن به بهترین هیکل همیشه باید مقداری غذا بخورید و نذارید درجه فت به پایین‌ترین سطح ممکن برسه. در این صورت عضلات سی‌جی کوچیک میشه. سعی کنید همیشه یه مقداری غذا بخورید تا هیچگاه درجه فت سی‌جی به صفر نرسه. بعد اینو بدونید هیکل مناسب مستقیما روی ظاهر و همچنین با رفتن درجه ریسپکت شما تاثیر میذاره. خب به پایین این آیتم رسیدیم. از نظر شما کدوم ترفندهای مهم GTA بود که ما اونا رو جا انداختیم؟ نظرات خودتون رو در کامنت با ما به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید کانال بایسنتر در یوتیوب رو سابسکرایب کرده و زنگوله رو هم بزنید.